در این شماره از بسته اخبار بین‌الملل ایسنا خبرهایی از توافق بزرگ تسلیحاتی میان آمریکا و عربستان، پذیرش کودک‌آزاری سازمانیافته توسط کلیسای کاتولیک فرانسه، ساخت دیوار فولادی در اروپا در برابر مهاجران و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 15 آبان، شمار مبتلایان کرونا در جهان از مرز 250 میلیون نفر عبور کرد و تعداد قربانیان به 5 میلیون و 60 هزار نفر نزدیک شد. تا کنون بیش از 226 میلیون و 300 هزار نفر از این بیماری بهبود یافتند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده اروپا بار دیگر به کانون کرونا در جهان تبدیل شده. با وجود اعمال مجدد محدودیت‌ها در روسیه، آمار مبتلایان و فوتی‌های این کشور همچنان صعودی است و شرایط نابسامان کرونا در اوکراین ادامه دارد. آلمان نیز که با افزایش ناگهانی مبتلایان روبرو شده، روز جمعه حدود 36 هزار مبتلای جدید را شناسایی کرد. در خبری دیگر از آلمان، مقام‌های بهداشتی ایالت‌های این کشور درباره تزریق دوز سوم برای تمام گروه‌های سنی به توافق رسیدند. در سوی دیگر جهان، ژاپن موفق شده شمار فوتی‌های روزانه خود را تک رقمی کند. با گسترش کرونا دلتا در حدود 20 استان چین نیز محدودیت‌های سختگیرانه‌ای در این کشور در حال اجرا شدن است. همچنین کاستاریکا به نخستین کشوری در جهان تبدیل شد که واکسیناسیون کودکان زیر 12 سال را اجباری کرده است. ساخت دیوار فولادی در اروپا برای جلوگیری از ورود مهاجران. لیتوانی برای جلوگیری از ورود مهاجران به این کشور، احداث یک دیوار فولادی در مرز خود با بلاروس را آغاز کرده است. پس از وخیم‌تر شدن بحران ورود مهاجران به اروپا، لهستان، لتونی و لیتوانی، سه کشور عضو اتحادیه اروپا که با بلاروس هم مرز هستند، در مرز خود با این کشور حصارهای فلزی و سیم خاردار نصب کردند. اما لیتوانی ساخته یک دیوار فولادی به ارتفاع حدود 3.5 متر در دستور کار قرار داده است. اروپا میگوید بلاروس به شکل آمدانه مهاجران را تشویق می‌کند تا از طریق این کشور وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شوند. حواشی مرگ یک دیپلمات روس در آلمان. طبق گزارش هفته‌نامه اشپیگل، مقام‌های امنیتی آلمان اعلام کردند جسد مردی که ماه گذشته میلادی در مقابل سفارت روسیه در برلین یافت شد، متعلق به دیپلمات سفارت روسیه بوده است. جسد این دیپلمات 27 مهر کشف شد و طبق اعلام پلیس، این فرد از یکی از طبقات بالای سفارت به بیرون سقوط کرده است. منابع امنیتی هنوز نمی‌دانند این دیپلمات به چه دلیل از ساختمان سفارت سقوط کرده یا به بیرون پرت شده و سفارت روسیه نیز برای معلوم شدن علت اصلی مرگ او اجازه کالبد شکافی را صادر نکرده است. مقام‌های امنیتی آلمان گفتند این دیپلمات از همکاران مخفی سازمان اطلاعات داخلی روسیه بوده است. توافق بزرگ تسلیحاتی میان آمریکا و عربستان. وزارت امور خارجه آمریکا از صدور اجازه فروش 280 موشک هوا به عربستان سعودی خبر داده است. طبق اعلام مقامات آمریکا، این قرارداد 650 میلیون دلاری شامل موشک‌های دفاعی است که در نبرد با انصار الله یمن استفاده خواهند شد. جو بایدن در ابتدای مسئولیت خود به عنوان رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود از فروش تسلیحات نظامی به عربستان حمایت نخواهد کرد. این نخستین معامله بزرگ تسلیحاتی میان ریاض و واشنگتن در دوران ریاست جمهوری بایدن محسوب می شود. تصویب قطعنامه آمریکا، آلمان و انگلیس درباره سودان. شورای حقوق بشر سازمان ملل از تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای درباره سودان پس از وقوع کودتای نظامی در این کشور خبر داد. این قطعنامه که توسط آمریکا، انگلیس و آلمان ارائه شده، خواستار بازگشت فوری قدرت به دولت غیر نظامی پیشین و تعیین یک کارشناس مستقل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در سودان شده است. ارتش سودان 3 آبان با انجام کودتا و بازداشت مقامات دولتی قدرت را در دست گرفت. پذیرش کودک‌آزاری سازمان یافته توسط کلیسای کاتولیک فرانسه. اسقف‌های فرانسه روز جمعه در اقدامی کم سابقه مسئولیت کلیسای کاتولیک این کشور در کودک‌آزاری سازمان یافته را پذیرفتند. پذیرش مسئولیت این اتفاق زمانی رخ داد که گزارشی جدید از کودک‌آزاری در کلیساهای فرانسه منتشر شد.
طبق این گزارش طی 70 سال گذشته حدود 216 هزار نفر در زمان کودکی توسط کشیشان و پدران روحانی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتند. کلیسای کاتولیک فرانسه بر مسئولیت خود برای جبران خسارت قربانیان تأکید کرده است.